خانم بحرینی، جزئیات این گزارش رو از خودتون بشنویم در ابتدا. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، از زمان حبس ناعادلانه‌شون برادران افکاری به هر نهادی که شما فکرش رو بکنید مراجعه کردن در جستجوی روشن شدن حقایق و برقراری عدالت در حق اونها، و به این نهادها از دادسرای کارکنان دولت و دادستانی انتظامی قضات گرفته تا قضات دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان فارس، به همه این نهادها اعلام کردن که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند و تمنا کردند که اعترافات تحت شکنجه اونها کنار گذاشته بشه، دستور تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه صادر بشه و عدالت در حق اونها برقرار بشه، و هیچ نهادی پاسخگوی اونها و خانواده اونها نبوده. در گزارش مفصلی که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرده، ما شکایاتی که اونها در این سال‌ها به نهادهای مختلف فرستادن رو گرده هم آوردیم، همونها رو به طور دقیق تحلیل کردیم و آنچه بر اونها گذشته رو متناسازی کردیم، هم اصل اسناد رو منتشر کردیم برای تمام کسانی که علاقه مندن در این خصوص بدونن، و برای یادآوری به مقامات ایران که شاید یک بار دیگر قضاتی باشن در دیوان عالی کشور که به این اسناد رجوع بکنن و درخواست اعاده دادرسی وحید افکاری و بعدتر حبیب افکاری رو بپذیرند و در واقع زمینه جبران خسارت از اونها و آزادی اونها رو فراهم کنن، با توجه به اینکه احکام اونها فقط مبتنی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه است. بله، گزارش شما بر اساس چه مستنداتی تهیه شده و آیا این گزارش رو به نهادهایی که پیگیر حقوق بشر در ایران هستن شما ارائه میکنید؟ ما اسناد موجود در پرونده برادران افکاری رو به طور دقیق مورد مطالعه قرار دادیم. من میخوام از این فرصت کوتاه استفاده بکنم و بخشای از جملات این برادران رو مستقیم به نقل قول از خودشون بخونم، با توجه به اینکه ما صدای اونها رو نمیتونیم بشنویم، ولی تصویری هولناک از آنچه بر اونها رفته رو در شکایاتشون ثبت کردن. حبیب افکاری در یکی از شکایاتش به بازپرس پرونده گفته که چطور از زمان ورود به بازداشت که وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و وقتی گفته کجا هست به او گفتن اینجا جاییه که بیزه ها تو میکشیم، جایی که خروس توش تخم میذاره. و در یک شکایت دیگه گفته که در دوران تحقیقات از شدت دندون دردهای شدید فریاد میکشیده و حتی به او مسکن نمیدادن و ماموران با تمسخر بهش میگفتن که هر وقت سخت شدی میبریم دکتر، ولی نه الان. حبیب همینطور توضیح داده که چطور برای چندین روز پیاپی دست و پا و چشمم رو میبستن و یک پلاستیک روی سر و صورتم میکشیدن. دو ثانیه‌ای که میگذشت بیشتر احساس خفگی میکردم و یک مأمور با خونسردی میگفت هر وقت تصمیم گرفتی بنویسی بگو تا پلاستیک رو بردارم. او همینطور توضیح میده که چطور یک شب دستانش رو اونقدر محکم بالا میکشن که کتف چپش از جا در میره. مأموری که اونو شکنجه میداده با ترسی عجیب به قول خود حبیب به مأمور دیگه میگه سید فکر کنم کتفش شکست، و اون شکنجهگر پاسخ میده مهم نیست، اگر بخواد به لجبازی ادامه بده بیزه هاش رو هم میترکونیم. و حبیب میگه بعد از این بود که دیگه بهش میگن که هیچ راهی نداره جز این که هر چه میگوییم بنویسی. تهدید میکردن که اگر اعتراف نکنه برادرانش، همسرش، مادرش و خواهر باردارش رو میکشن و یا به اونها آسیب میرسونن. این فشارهای روانی به گفته حبیب او رو به مرز جنون رسونده بوده و دیگه مغزش یاری نمی کرده به گفته خودش، و میگه توان فکر کردن نداشتم، تقریبا هر آنچه دیکته می کردن رو بل اجبار می نوشتم. بسیاری از این شکنجه ها در خصوص نوید افکاری و وحید افکاری هم اعمال شده به همراه انواع دیگر شکنجه های جسمی که ما فرصت نداریم اینجا بهش بپردازیم، و اعترافات اونها بر این اساس گرفته شده. و این واقعا فاجعه است که با وجود بوده اینکه این مستندات موجوده، قضات دیوان عالی کشور و همینطور دادگاه تجدید نظر استان فارس و دادگاه‌های بدوی اعترافات گرفته شده تحت شکنجه رو کنار نذاشتن، و امروز هم به جای اینکه این اعترافات رو کنار بذارن و دستور تحقیقات صادر کنن، پروپاگاندای رسانه‌های حکومتی همچنان داره تلاش میکنه که از شکنجه و بیرحمی ادامه دار با این برادران دفاع بکنه. متشکرم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران.